اما در داخل ایران هم امروز اعتراضات و تظاهرات زیادی انجام شده، در کف خیابان‌ها، در مدارس، در دانشگاه‌ها. منتها می‌دونید به خاطر قطع اینترنت این تصاویر خیلی دیر به بیرون از ایران فرستاده میشه. الان می‌دونیم که اینترنت ماهواره استارلینک در تهران در شبکه اجتماعی تصاویری منتشر شده که نشون داده این اینترنت ماهواره در تهران تست شده و گفته شده در بعضی مناطق پایتخت سرعت دانلودش به 150 مگابایت در ثانیه رسیده. این محصول شرکت اسپیس اکس ایلان ماسک که همین دیروز هم گفته شد به گفته CNN که دولت جو بایدن داره به طور جدیتر با ایلان ماسک صحبت میکنه درباره توسعه تکنولوژی استارلینک در ایران. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از ریجاینا در ساسکاچوان کانادا، الان به ما پیوسته. آقای صارمی‌فر، قدیم میشته میتونید برامون بگید که الان این خبری که الان گفتم دقیقا به چه معناست؟ بله، ما الان میدونیم که به هر حال همونطور که فرمودید چند تا دستگاه، حداقل 4 منبع متفاوت گفتن که مطمئن هستن چیزی که تست کردن از طریق استارلینک منتقل شده، یعنی اینکه استیشن ها در هر جای ایران وصل میشن به ماهواره ها. و ما میدونیم که اطراف ایران هم ایستگاه زمین نیست، بنابراین ارتباطات لیزری رو شرکت اسپیس اکس برقرار کرده، کاری که در اوکراین نکرده. خب این یه هزینه هایی برای این کشور، برای این شرکت داره و میدونیم که صحبت شده بود در مورد مسئله اوکراین و هزینه هاش. به همین ترتیب انتظار میره که در اینجا هم دولت آمریکا کمک بکنه به شرکت اسپیس اکس. به این ترتیب اتفاقی که میفته اینه که تعدادی دستگاه قاچاق باید بشه به داخل کشور. حالا ما حدس میزنیم که با توجه به اینکه این شرکت کلن الان کمتر از 500 هزار تا کاربر داره و چیزی هلوشی 1 میلیون هم از این دستگاه تولید کرده، شاید مثلا 10% در بهترین حالت ممکنه که از باقی مونده ها به ایران برسه، چیزی کمتر از مثلا 30-40 هزار تا دستگاه برسه به داخل کشور. این حالت خیلی خوبشه، ولی احتمالاً در شروعش ما انتظار داریم که چند دسته مثلا از چند مسیر مختلف در مرزهای ایران با پاکستان از طریق خلیج فارس یا سایر مرزهای دیگه کشور وارد کشور بشه. به این ترتیب افرادی، توجه بفرمایید، وقتی میگیم که مثلا 20,000 30,000 یا 50,000 با تعداد کاربران ایران کاملا متفاوته. ما در ایران 50 میلیون کاربر داریم که در حقیقت از طریق اینترنت ثابت و همراه و اینها از طرق مختلف وصل میشن به اینترنت، بنابراین این نمیتونه جایگزین اینترنت روزانه کاربران که متاسفانه جمهوری اسلامی اونو با اختلال مواجه کرده بشه. نمیشه کسب و کارها برن توی اینستاگرام و به فعالیت عادیشون مشغول بشن، اما در عوض کمک میکنه به هدف اولیه در حقیقت اینترنت، همون آزادی بیان، آزادی ارتباطات هست. یعنی این کمک میکنه در شهرها و مواقعی که اعتراضات سراسری باعث میشه جمهوری اسلامی به طور کل ارتباطات رو قطع بکنه، از یک دریچه دیگری کاملا متفاوت با راه‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار کاربران قرار میده، صدای مردم، همین ویدیوهایی که الان به دست ما نمیرسه و فقط ما صداها رو میشنویم، تماس تلفنی خبر داریم چه خبره و ویدیوها چند روز دیگه بیرون میاد از بقای امروز، اینها زودتر سریعتر به جهان خارج ارتباط پیدا بکنه. این اولین کاربرد ایناست، اما البته در آینده میشه کاربردهای بهتری هم براش توسعه داد. مثلا میشه شبکه‌های اختصاصی ساخت که فقط روی ترمینال های استارلینک کار میکنن و به این ترتیب یک شبکه موازی با شبکه جمهوری اسلامی راه انداخت که همونطور گفتم نه برای همه کاربری ها، برای که برای بعضی کاربری های خاص از نقاط مختلف کشور وصل بشن به این ترمینال ها. پهنه باند این هم خب محدوده دیگه، یعنی تعداد محدودی رو میتونن هر کدوم پشتیبانی میکنن. بعد اون نود های شبکه شاید مثلا با نرم افزار های پیر تو پیر یا چیزهای شبیه این اینترنت رو بتونن ببرن توسعه بدن به نقاطی که اینترنت نیست، ولی کاربردش همونطور که عرض کردم خدمت شما محدود میشه به موارد خاص، نه همه کاربری های اینترنت. آقای صارمی‌فر، حکومت میتونه مقابله کنه، میتونه کاری انجام بده، چه ابزاری داره؟
بله ببینید، فعلا اینها از تکنولوژی آرای فازی استفاده میکنن آنتناشون، یعنی آنتنا خب گیرنده و فرستنده هست و موقع فرستادن ممکنه بشه مشه فرکانس رو، یعنی شدت امواجی که داره تابش میشه رو دیتکت کرد و محل دستگاه رو فهمید. اما این کار ساده ای نیست، مثل در حقیقت فرستنده های معمولی نیست، چون اینا آرای فازی هستن و هر کدوم از اینا در حقیقت در درون این چیزی که ما بهش میگیم دیش استارلینک، چیزی حدود 500 تا میکرو دیش یا دیش خیلی خیلی کوچولو وجود داره که اینا دارن با هم کار میکنن. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بخواد با روش‌های موجود اینها رو شناسایی کنه، باید در مسیر بین اینها و ماهواره قرار بگیره، چون ماهواره هم در با سرعت زیادی از بالای سر ایران دارن رد میشن، هر لحظه این دستگاه به ماهواره وصله و جاش داره تغییر میکنه. بنابراین دیتکت کردن یا آشکار کردنش از این طریق سخته. اما طبعا جمهوری اسلامی و شریکش روسیه نشستن که به این موضوع نگاه کنن، حتما ممکنه که در آینده بتونن روش‌هایی رو برای پیدا کردن کاربران در حقیقت پیدا بکنن که باید با اونها هم حالا ببینیم چی میشه و مقابله کرد. اما اختلال هایی که مثلا برای شبکه ماهواره استفاده میکنن که در حقیقت پارازیت میندازن، اینها هم خیلی کاربردی نخواهد داشت، چون که این فرکانس هایی که اینا استفاده میکنن و نحوه عمل ارتباط اینها با ماهواره ها عملا جوری نیست که بشه با فرستنده های زمینی اختلال ایجاد کرد و توی مسیر در حقیقت اختلال ایجاد کرد. اما چیزی که عرض کردم خدمتتون، با توجه به تکنولوژی امروزه و اون طرف مقابل هم به هر حال اینطوری نمیشینه، باید ببینیم که در روزهای آینده چی میشه. ولی فعلا این تعداد دستگاه‌ها اگه که آروم آروم زیاد بشه وارد کشور بشه، این مشکلی که امروز ما باهاش مواجه هستیم، یعنی مشکل خبررسانی برای روزهای خاص رو ممکنه که مرتفع بکنه. امیدوارم نتیجه این کار رو در موارد مشابه در طی روزهای آینده شاید همین امروز از تهران ببینیم که ویدیوهایی اومده که از استارلینک در حقیقت فرستاده شده باشه. اطلاعات خوبی به ما دادید. متشکرم. مهدی سالمی‌فر از ریجانا در کانادا.